اشکان صفایی همکارم از اورشلیم و حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک با ما همراه میشن. اشکان هم بهمون بگو که از این دو حمله منسوب به اسرائیل چه میدونیم، یکیشو البته پذیرفته، درباره دیگری مشخصا چه میدونیم، و هم از آنچه که در غزه در جریان از کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده که با هواپیما پرتاب شده برای شهروندان و گفتگوهایی که در جریانه. خب از حزب الله میخوام شروع کنم و از مرز شمالی اسرائیل با جنوب لبنان. دست کم ما میدونیم 7 نفر در حملات دیشب و صبح امروز اسرائیل در جنوب لبنان کشته شدن. 4 نفر اونها دیشب بودن، 3 نفر اونها امروز در حمله‌ای که به نزدیک در واقع کمی شمالی تر از شهر ناقوره انجام شده، چیزی حدود 1 کیلومتر با مرز اسرائیل فاصله داره در ساحل دریای مدیترانه. 3 نفری که امروز کشته شدن رو ارتش اسرائیل میگه که اعضای تیپ امام حسین بودن، تیپی که اولش ساخته شد بیشتر برای جنگ در سوریه، بعد در کل منطقه فعالیت داشت و در واقع فرماندهی اون رو فردی به اسم ذوالفقار بر عهده داره. گزارش های دیگری از حملات دیگری از سوی اسرائیل هم در لبنان منتشر شده، اما هنوز تأییدی درباره این حملات ما نداشتیم. اما از شمال بریم به جنوب، بریم به نوار غزه، جایی که امروز ایالات متحده برای اولین بار کمک های خودش رو از طریق آسمان در نوار غزه ریخت، چیزی در حدود 35,000 وعده غذایی رو در نوار غزه هواپیماهای آمریکایی در واقع با چتر انداختن. موضوعی که شاید حتی بشه گفت که نشون میده آمریکا هم راضی نیست از نحوه کمک رسانی به نوار غزه. به نظر میاد که بجز آمریکا و اردن که پیشتر از این اقدام رو کرده بود، کم کم کشورهای بیشتری دارن به در واقع به سمت ارسال هوایی کمک ها در واقع حرکت میکنن. و نهایتاً درباره مذاکرات آتش بس گزارش ها بسیار زد و نقیص هست. از سوی مصری ها میگن که، و البته خود حماس میگن که، فردا مذاکرات در قاهره انجام خواهد شد. از سوی دیگر رسانه های اسرائیلی از قول مقامات این کشور میگن تا وقتی حماس پاسخ سوالات اسرائیل رو نده و از جمله نگه چند نفر از گروگان ها هنوز زنده هستند، مذاکره ای در کار نخواهد بود. ممنونم از توضیحاتت اشکان. آقای برگردیم به حمله ای که اسرائیل انجام داده به جنوب لبنان. چطور میبینین این حمله رو با توجه به اینکه متهم کرده لشکر امام حسین رو این افراد و مشخصا به پرتاب راکت؟ به نظر میرسه آستانه تحمل اسرائیل هم پایین اومده، به ویژه پس از حتی مثلا پرتاب یک راکت هم سری واکنش نشون میده و در حقیقت افراد رو شناسایی میکنه و به سمتشون میره. بله، من این رو اشاره بکنم در تکمیل فرمایشات خبرنگار شما که در طول هفته گذشته اسرائیل نه فقط به موازی در جنوب لبنان علیه حزب الله حمله کرد، بلکه در سوریه هم حملاتی را انجام داد، از جمله حمله‌ای که دیروز صبح انجام شد و در نتیجه اون در حمله به بانیاس یکی از فرماندهان نیروهای قدس سپاه کشته شد، و البته چند روز قبلش هم حمله‌ای رو اسرائیل به موازی حزب الله در نزدیکی روستایی در در دره بقا انجام داد در عمق 100 کیلومتری لبنان، و این بی سابقه بود. به نظر میرسه که ارزیابی اطلاعاتی مقامات اسرائیل این هستش که اگر آتش بس موقت برای آزادی گروگان ها برقرار نشه، این احتمال وجود داره که حزب الله با توجه به چراغ سبزی که شاید از جمهوری اسلامی گرفته در سایه دیدار اخیر قانی و سید حسن نصرالله، ممکنه که تشدید تنش بکنه و در نتیجه سعی میکنه که اسرائیل از الان به نوعی حملاتی رو بیشتر انجام بده به موازی حزب الله، از جمله به همین تیپ امام حسین که زیر مجموعه لشکر چهارم به فرماندهی ماهر اسد برادر بشار اسد هستش. به نوعی میخوام بگن که اسرائیلی‌ها هم اشراف اطلاعاتی دارن، میدونن لوکیشن و مکان این نیروها کجا هستش و عملا سعی میکنن که این حملات رو تشدید بکنن. آقای منظورتون اینه که حتی در صورت آتش بس هم اسرائیل به چنین حملاتی علیه سرشاخه و افراد ارشد حزب الله و سپاه پاسداران در منطقه ادامه خواهد داد؟
همینطور هستش، یعنی هم در رابطه با سوریه که اسرائیل داره اون استراتژی مابام جنگ در بین جنگ‌ها رو پیش می‌بره برای انجام عملیات‌های هدفمند، حملات هدفمند و دقیق به افراد خاص و مکان‌های خاص، مشابه همین استراتژی مابام رو هم داره در جنوب لبنان پیاده می‌کنه، حملات هدفمند برای زدن اون فرماندهان ارشد حزب الله و اون زنجیره فرماندهی خود حزب الله. یک استراتژی کلانتری که اسرائیل داره که چه آتش‌بس به نظر من برقرار بشه یا نشه این استش که اسرائیل میخواد یک منطقه حائلی رو به درگام اول به عمق 10 تا 15 کیلومتر ایجاد بکنه، به اصطلاح بهش میگن منطقه کشدار یا کیل زون، که اونجا این افراد رو در واقع هدف قرار بده، از این اهرم استفاده کنه علیه حزب الله تا مجبور بکنه حزب الله رو که بیاد پای میز مذاکره بر اساس اون طرحهای فرانسه یا آمریکا عقب نشینی بکنه حزب الله به شمال رود لیتانی یا 20 تا 30 کیلومتر کلا عقب نشینی بکنن نیروهای قوای رضوان. چنین سیاست فشاری رو داره اسرائیل به کار میبره از طریق اهرم نظامی. در خود غزه به نظر من سه تا اولویت داره اسرائیل، چه آتش بس برقرار بشه به طور موقت یا نشه، اونم آزاد کردن گروگانا از حتی امکان در گام اول و بعد بستن کوریدور فیلادلفی و عملیات رفح. البته اینا چالش هایی رو هم برای اسرائیل داره، به نظر من در استراتژی اسرائیل تغییر ایجاد نخواهد شد، نه فقط در برابر حماس بلکه در برابر کل محور مقاومت. ولی اسرائیل و حزب الله در حال حاضر هیچ کدوم به دنبال جنگ تمام عیار نیستن، صرفا دارن سعی میکنن که به نوعی در واقع همدیگر رو در واقع به نوعی تحت فشار قرار بدن برای خواستهای خودشون در گام اول. سپاسگزارم از شما حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، و همچنین همکارم اشکان صفایی که از اورشلیم بود با ما هم. ممنونم از تو اشکان.